به نام خداوند بخشنده مهربان. غنیمت شمردن اوقات طاعت و عبادت و خوبی ها. ستایش مخصوص ذات خداوند است که پروردگار همه جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ترجمه: و بسوی پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن به قدر آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است، بشتابید آن کسانی که در توانگری و تنگدستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و الله جل جلاله نیکوکاران را دوست می دارد و گواهی می دهم بر این که نیست معبودی بر حق جز الله واحد ولا شریک، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. همانا خداوند متعال به خاطر ترغیب و تشویق بندگان خود به دوام کارهای خوب و کسب ثواب و نزدیکی او تعالی از روزهای سال اوقات را اختصاص داده که در آن حسنات و کارهای نیک بندگان چند می شود و خوبی ها افزایش می یابد و درجات بندگان در آن بلند می رود. و شخص عاقل کسی است که این اوقات را فرصتی نیک گرفته، نیت خود را به درگاه خداوند متعال خالص می سازد و در این اوقات اعمال نیکی انجام می دهد و به درگاه پروردگار خود رو می آورد و خود را در معرض نفحات رحمت و مهربانی او قرار می دهد. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: بیگمان پروردگار شما در روزهای سال اوقات مخصوصی دارد که در آنها رحمتها و مهربانیهای خویش را می ورزد، پس خود را در معرض رحمت او قرار دهید، شاید یکی از شما را او برسد، سپس بعد از آن هیچگاه بدبخت نمی شوید. بدون تردید ما در این روزها در اوقات با برکت قرار داریم که اجر عبادت در آن خیلی بزرگ و عالی است، زیرا خداوند متعال اجر و پاداش عبادت در این روزها را نسبت به دیگر اوقات خیلی بزرگ گرداننده است، چون این روزها روزهای شریف و اوقات بزرگی است که خداوند متعال قدر آن را بلند برده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز فضل و منزلت آن را بیان نموده است. از جمله فضیلت این روزها، خداوند متعال در قرآن کریم خود به این اوقات سوگند یاد نموده است، چنانچه می فرماید: والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر. ترجمه: سوگند به صبح و شبهای دهگانه ذی‌الحجه و به زوج و فرد. جمهور مفسران قرآن کریم بر آنان که منظور از شبهای دهگانه ده روز نخستی ذی‌الحجه می باشد و خداوند بزرگ جز به اشیای بزرگ سوگند یاد نمی کند، پس سوگند به این اوقات عزت و کرامت و جایگاه آن را بلند می برد و منزلت و فضیلت و برتری و اهمیت آن را بیان می نماید و از آن جمله این روزها محبوب ترین روزها نزد خداوند متعال است، پس عمل نیک در آن نیز محبوب درگاه خداوند می باشد و این روزها موسم فایده، راه نجات و صحنه مسابقه برای کار نیکی است. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: عمل نیک در هیچ روزی به اندازه این روزها نزد خداوند متعال محبوب تر نیست. منظور از این روزها ده روز ذی‌الحجه می باشد. اصحابشان گفتند: ای رسول خدا، حتی جهاد در راه خدا؟ فرمود: و نه جهاد در راه خدا مگر کسی که با جان و مال خود را در راه خدا براید و هیچ چیزی از آن را دوباره نیاورد.
بنابراین بر هر مسلمان واجب است تا این فضل بزرگ و پاداش عظیمی را غنیمت بشمارد و تلاش نماید تا با انجام طاعت و عبادت زیاد بیشتر به خداوند متعال نزدیک گردد. و محبوب ترین عمل را که انسان برای تقرب به خداوند در این روزها انجام می دهد حج بیت الله شریف می باشد. برای کسانی که توانایی آن را داشته باشد خداوند متعال می فرماید: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج در ماه های معلوم و معینی است، پس کسی که در این ماه حج را برخورد فرض گرداند باید بداند که در حج آمیزش جنسی و گناه و جدال روانه است و آنچه از کارهای نیک انجام دهید الله آن را میداند و توشه برگیرید که بهترین توشه برهیزگاری است. و ای خردمندان، از من بپرهیزید بترسید. و حج رکن پنجم از ارکان اسلام می باشد. با انجام حج موضوع تمام می شود و گناهان بخشیده می شود و برای انسان تولد جدید نوشته می شود، طوری که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: کسی که بدون رفث و فسوق حج نماید چنان از گناه پاک می شود که نو از مادر تولد شده باشد. و حج بزرگترین مناسب برای آموختن فضایل اخلاقی می باشد، چون مسلمان در آن بر تقوا و سیطره بر غرایز نفسی و شهوات تربیه می شود و با نیکها و مکارم اخلاق مانند فداکاری، دوری از انتقام جویی، استقنا و پاکدامنی از سوال و گداگری آراسته می شود. همچنان مسلمان در مناسک حج دقت در گفتار و کردار و التزام بر مسئولیت ها را می آموزد، پس بر حجاج واجب است تا خود را عملا با چنان ارزش ها و اخلاقی آراسته بسازد که اسلام به آن دستور داده است، تا که حاجی از مدرسه حج چنان فارغ التحصیل شود که مضامین اخلاقی و سلوکی او متحقق گردد. همچنین ما تأکید میکنیم که عبادت حج پیام صلح برای همه جهانیان است، پس حج سراپا صلح، امنیت و آرامش است، زیرا حاجیان جنگ، دشمنی و اختلاف نمی کنند، حتی شکار را به قتل نمی رسانند. خداوند متعال در این باره فرموده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، در حال احرام شکار را نکشید و هر کس از شما با عمد آن را بکشد باید کفاره همانند آن از چهار پایان بدهد، به شرطی که دو نفر عادل از شما برابر بودن آن را تصدیق کنند. و صلح تنها برای انسان ها و حیوانات خلاصه نمی شود، بلکه به نباتات و گیاهان نیز امتداد می یابد، پس حجاج مامور هستند حتی به گیاهان نیز آسیبی نرسانند، چون پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: براسی خداوند متعال این سرزمین را احترام داده است، پس نباید گیاهی آن قطع کرده شود و نباید شکار آن فرار داده شود و نباید یافته شده آن را جز کسی که می شناسد بگیرد. بدون تردید در این امر تمرین و تدریب مسلمان است بر این که باید پس از برگشت او از حج از شرارت و اذیت او بشر، درخت و سنگ در امان باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به خبر داده است که مسلمان واقعی کسی است که دیگران، یعنی همه مردم، از شر زبان و دست او در امان باشد، چنانچه در خطبه ودا فرمود: آیا مؤمن واقعی را به شما معرفی نکنم؟ گفتند: بله معرفی کن. فرمود: مؤمن واقعی کسی است که مال و جان دیگران از شر او در امان باشد و مسلمان واقعی کسی است که مردم از شر زبان و دست او در امان باشد. و مجاهد کسی است که در راه طاعت و عبادت خداوند با نفس خود جهاد کند. و مهاجر کسی است که از اشتباهات و گناهان خود هجرت کند. و برخی از اعمال نیکی که باید انسان در این روزهای مبارک با او به درگاه خداوند نزدیک شود، روزه گرفتن از، زیرا روزه از جمله بهترین عبادت و بزرگترین تقرب به خداوند است. خداوند متعال روزه را به خود نسبت داده است، چون شان و منزلت آن خیلی بزرگ و بلند است، طوری که خداوند متعال در حدیث قدسی چنین می فرماید: همه اعمال فرزند آدم از خودش است، مگر روزه که آن از من است و من پاداش آن را می دهم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرماید: کسی که یک روز در راه خدا روزه بگیرد، خداوند روی او را از آتش دوزخ 70 سال دور می سازد.
بنابراین مستحب است تا شخص مسلمان از 9 روز ذی‌الحجه چند روزی که میتواند روزه بگیرد، چون روزه گرفتن در آن از محبوب ترین اعمال نزد خداوند میباشد، با ویژه روزه عرفه به غیر حجاج. پیامبر صلی الله علیه و آله از میان 10 روز روزه عرفه را خاص نموده، چون روزه عرفه کفاره گناه یک سال قبل و یک سال بعد آن است. و روزه عرفه یکی از روزهای مخصوص خداوند است که در آن مهربانی و بخشش خداوند و آزادی از آتش دوزخ تجلی میکند. پس آن روزه است که در آن دعا پذیرفته میشود و خداوند متعال در آن بر اهالی زمین و آسمان افتخار میکند. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید در هیچ روزی خداوند به اندازه روزه عرفه بندگان خود را از آتش دوزخ آزاد نمیکند و خداوند نزدیک میشود و سپس بر فرشتگان افتخار میکند. و آن روزی است که خداوند در آن دین را کامل ساخته و نعمت خود را تکمیل کرده است. روزی مرد یهودی به حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه گفت ای امیر المؤمنین، یک آیاتی در کتاب شما وجود دارد و شما آن را تلاوت میکنید. اگر بر ما گروه، یعنی گروه یهود نازل میشد، حتما روز نزول آن را همیشه جشن میگرفتیم. حضرت عمر رضی الله عنه گفت کدام آیت؟ یهودی گفت آیاتی که در قرآن کریم خود آمده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما برگزیدم. عمر رضی الله عنه گفت این روز را میشناسیم، همچنین مکانی که این آیات نازل شده را نیز میشناسیم. این آیات در روز جمعه در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله به عرفات ساده بود بر او نازل گردید. همچنین بر مسلمان واجب است در این روزها ذکر و یاد خداوند متعال را زیاد بگوید، چون ذکر خداوند قلب ها را زنده می سازد و با آن اطمینان و آرامش قلبی حاصل می شود. و حضرت عمر رضی الله عنه در قبه خود به منا تکبیر می گفت و اهل مسجد می شنیدند و با او تکبیر می گفتند و اهل بازار نیز تکبیر می گفتند، به سر حدی که منا از صدای تکبیر به لرزه می آمد. و حضرت ابن عمر رضی الله عنه در این روزها در منا و بر فراش خود و در مجلس و رفتار خود تکبیر می گفت. بنابراین بر مسلمان مستحب است در این روزها با صدای بلند تکبیر بگوید تا باشد که عظمت بزرگی خداوند متعال را اعلان نموده باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید آیا شما را از بهترین اعمالتان و با خبر نسازم تا درجاتتان با آن بلند برود و نزد پروردگارتان پاک و مقدس باشد و برای شما از بخشش طلا و نقره بهتر باشد و برای شما بهتر از آن باشد که با دشمنتان مبارزه کنید؟ پس شما گردن آنان را بزنید و آنها گردن شما را. گفتن بله. فرمود ذکر و یاد خداوند متعال است. و از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است هیچ عملی بنی آدم نمیتواند به اندازه یاد و ذکر خداوند او را از عذاب خدا نجات بدهد. ستایش مخصوص ذات خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است و گواهی میدهم که نیز معبودی برحق جز الله واحد ولا شریک، و گواهی میدهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خدا است. برادران مسلمان، برخی از اعمال نیک و بزرگی که انسان در این روزها با آن به درگاه خداوند متعال نزدیک می شود قربانی کردن است. پس این امر یکی از شعائر خداوند متعال و نشانه ملت ابراهیمی و دلیل بر سنت محمدی است، چون خداوند متعال می فرماید وَذَلِكَ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. حکم این است و کسی که شعائر الهی را بزرگ دارد پس بیگمان این کار از پرهیزگاری دل هاست. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد این قربانی ها چیست، فرمود سنت پدر شما حضرت ابراهیم علیه السلام است. در حدیث دیگری فرمود هیچ عمل انسان در روز جدید نزد خداوند بهتر از ریزاندن خون چارپای نیست. و قربانی کردن یکی از اشکال تضامن اجتماعی است که با آن محبت و مهربانی و روابط میان افراد جامعه متحقق می‌گردد. و زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میان مردم گرسنگی و فقر را دید، برایشان گفت کسی که از میان شما قربانی نموده باشد نباید گوشت آن را تا روز صوم در خانه‌اش باقی بماند. و زمانی که سال بعدی رسید گفتند ای رسول خدا، آیا هم چو سال گذشته نمایم؟ فرمود بخورید و دیگران بخورانید، ذخیره نمایید، چون سال گذشته مردم نیازمند بودند
وابسته بودم تا شما به آنها کمک نمایید. پس وقت رفا و گشایش و سرورمندی بوده باشد به این فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله عمل می شود. باید گفت همان طوری که قربانی با ذبح صورت می گیرد، همچنین با خریدن چک نیز متحقق می شود. بدون شک این کار فایده قربانی را بیشتر می سازد، با ویژه برای کسانی که ابزار توزیع درستی آن را نداشته باشد و از طریق چک ها به مستحقین واقعی آن می رسد. در نتیجه فایده و ثواب قربانی را بیشتر و بزرگتر می سازد. همچنین در رسیدن خیر به مستحقین آن به صورت عزتمندانه و شرافتمندانه کمک می کند. و چقدر زیبا می شود اگر انسان توانمند میان موضوع ذبح قربانی با خرید چک جمع نماید تا هم بر اهل و خانواده خود کمک کند و هم بر نیازمندان. همچنین مناسب است مسلمان انواع خیر و خوبی زیادی انجام بدهد که نفع آن به هم می رسد، مانند صدقات و خیرات تا بر قلب فقرا و نیازمندان خوشی و سعادت داخل نماید. خداوند متعال بندگان خود را بر انفاق و صدقات تشویق نموده است، طوری که می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش است و نه دوستی و نه شفاعتی و کافران خود ستمکارند. پس ما چقدر نیازمند همبستگی و مهربانی و احساس هم دیگر هستیم تا باشد به این فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله چنگ بزنیم: مسلمان برادر مسلمان است، به حق او ظلم نمی کنید، او را به دشمن واگذار نمی کنید. و کسی که نیاز برادر خود را برآورده بسازد، خداوند نیاز او را برآورده می سازد. کسی که مشکلات مسلمان را رفع نماید، خداوند مشکلات روز قیامت او را رفع می کند. و کسی که عیب و گناه مسلمان را بپوشاند، خداوند عیب و گناه او را در روز قیامت میپوشاند. و در حدیث دیگری میفرماید: بر هر مسلمان صدقه واجب است. گفتن ای نبی خدا، اگر کسی چیزی پیدا نکند چی فرمود؟ به دست خود کار کند و خود نفع گیرد و به دیگران صدقه نماید. گفتن اگر چی پیدا نکرد باز چی کند؟ فرمود شخص نیازمند را کمک کند. گفتن اگر در نیافت فرمود پس کار نیکی انجام بدهد و از شرارت و بدی بپرهیزد، این کار برایش صدقه است. خدایا مرا بر ذکر شکر و عبادت نیکت یاری کن.